اگه تیک تاکری، اگه تولید محتوا میکنی، اگه عکس میگیری یا استوری میذاری، هر چپ و راست از خودت استوری میگیری، دیدن این ویدیو واقعا برات واجبه. بریم با هم دیگه یه سری تیک تاکرها رو ببینیم که میخواستن یه چالشی رو برن و بعدش نتونستن سیوش کنن یا ببیننشون، مردن یا کشته شدن به هلاکت نه مردن، خودشان رو کشتن. آره یعنی واقعا یه اتفاقای خیلی بدی افتاد واسه استوری گرفتن یا ویدیو گرفتن. پس تا آخر ویدیو همینجا میخکوب باش که مواظب باشی تو این کارا رو انجام ندی عزیزم. لایک، کامنت، سابسکرایب دیگه یادتون نره دیگه، این جزو واجبات شده دیگه. لایک ویدیو و سابسکرایب بزن بریم. اولیسیا سمینووا، این دختری 24 ساله روسی در یک فروشگاه لباس کار میکرد و همچنین طرفداران زیادی در تیک تاک داشت. او با یک دوستش به نام دریا، اسمش برای من هم آشنای یک ذره، اولیسیا، در یک آپارتمان زندگی میکرد. در 9 دسامبر 2020 اتفاقی برای او افتاد که همه هوادارانش شوکه شدند. اولیسیا سمینووا هنگام حمام کردن اینطوری که بوش میاد انگار توی حمام اتفاقاتی افتاده. ببینید چی شد. با وجود این که در داخل وان حمام دراز کشیده بود، تصمیم گرفت که از خود یک ویدیو بسازد. تو به کجا نگاه میکنید؟ من به شراب مشابهش خود یک ویدیو بسازم. منم دارم اون صابون گلنار رو میبینم اونجا. آیفونش را به شارژ وصل کرد و در دستش گرفت و شروع به ضبط ویدیو کرد. پس از کیا با گوشی حمام میرن؟ چرا آخه؟ آخه این مایده رو باید برن. من خودم هم شخصا با گوشی حمام میرم ولی آهنگ گوش میدم. من نه من نمیرم چون میترسم بسوزه. بچه شما من گذارید توی کامنت ها بنویسید ببینیم کیا با گوشی حمام میرن. زی ناگهان تلفنی در حال شارژ در داخل وان حمام افتاد و جریان برق در آب پخش شد که منجر به مرگ فوری این دختری جوان شد. پس از چند لحظه دوستش در برق گرفته. آره چه جوری آخه شارژر مگه اینقدر قویه؟ آره من دیدم بعضی موقع عکسای دیدم که گفتن هشدار دادن وقتی گوشی رو میزنید به شارژ خب بغلش نخوابید. نگرانی میشود و وقتی وارد حمام میشود با صدای بلند جیغ میزند. پلیسیا رنگش پریده و بیجان در وان حمام بنده خدا با شکست عشقی بعدی رو دیدید بچه‌ها می‌خواسته یه استوری بگیره از خودش که منو وان حمام یهویی اون لاکچری بازی رو بذاره کنار. او سعی کرد او را بلند کند و از حمام بیرون بیاورد اما به محض تماس با بدن او نیز دچار اندک برق گرفتگی شد. دریا میگوید که آیفون او را وقتی از آب بیرون آوردم هنوز در حال شارژ بود و هم آیفون جنسش خوب بود. چنین پیراپزشکان تایید کردند که اولیسیا سمینووا در حمام فوت کرده و آیفون 8 او هنگام اتصال به برق و آب افتاده است و این آخرین ویدیوی اوست که قبل از فاجعه گرفته شده. داشته با خودش لوس بازی در می آورده و چرا همچین کارهایی میکنه؟ دوستات تیک تاک پلتفرمی است که هر روز یک چالش جدید در آن ایجاد میشود و شما حتما به اون چالش ماشین آشنا هستید که سالی گذشته. آره من یادم میاد تو ایران که چقدر تصادف. من میخواستم با دوچرخه ای را اجرا کنم ولی نشد. اشتباه در شبکه های اجتماعی خوب وایرال شده بود و این ایده به ذهن یک جوان تیک تاکر که در پنجاب هندوستان زندگی میکرد نیز ایجاد شد و تصمیم گرفت یک ویدیوی متفاوت تری بسازد و در تیک تاک منتشر کند. این جوان هندی تلفنش را به دوستش داد تا او را فیلم برداری کند و از تراکتوری در حال حرکت پیاده شد و پس از چند ثانیه همین که سعی کرد سوار آن شود پایش لغزید. این دوستمون می‌خواسته با تراکتور این کلاً می‌خواسته متفاوت باشه. آره با همه متفاوت باشه با و ابتدا زیر تایر بزرگ تراکتور شد و سپس زیر تیغ های برنده جان سپرد. پس از آن افراد محل به آنجا رسیدند و قطعات بدن او را به سختی از تیغ تراکتور جدا کردند. فقط میخواسته که لایکش زیاد باشه. ارزش نداره. ارزش نداره بچه، خیلی حواستون باشه که تیک تاک میگیرید وسط خیابان. یعنی یه اوم بخاطر یه کلیپ و عکس. طبق گفته دوستش آنها میخواستند برای تیک تاک ویدیو بسازند اما این تصمیم اشتباه با قیمت جانی یکی از آنها تمام شد. من مصرف شدم از این کار. من دوست ندارم ویدیوهای غمگین با هم دیگه ببینیم ولی خب واجبه، تجربه است. دانیال خان،
دانیال خان. این ویدیوی بعدی از تیک تاکر معروف پاکستانی دانیال خان است. دانیال در اسلام آباد پاکستان زندگی می کرد و حدود 200 هزار فالوور در تیک تاک داشت. دانیال متعلق به یک نواده ثروتمندی بود. پول، ماشین و سبک زندگی سالمی برخوردار بود. یک شب دانیال با 3 تن از دوستانش با یک ماشین سفر می کردند و در حالت رانندگی شروع به ضبط یک ویدیو برای تیک تاک کرد. در ویدیو دیده می شود که جاده بسیار شلوغ است. چرا 90% پسرای استوری می گیرن با فرمون ماشین؟ آره. یک طرف دانیال هم به نظر می رسد که با سرعتی بالایی خیلی مواظب باشید. که ناگهان در مقابل او یک ماشین می آید. دانیال ماشین را به سمت چپ می برد و باری دیگر با یک کامیون روبرو می شود و تعادلش را از دست می دهد و مستقیم با آن برخورد می کند. حرف تأسف این است که در این تصادف دانیال و هر سه دوستش در جا از بین رفتند. 4 نفر آجی کنن روی هم یه جوری شد. خدایی اصلا واقعا چرا؟ عمار حیدر. ویدیوی بعدی از تیک تاکر چقدر هندی زیادت تیک تاک دقت کردی؟ عمار حیدر است که در سیالکوت پاکستان زندگی میکرد. او طبق معمول یک جا با دوستانش در صفحه تیک تاک خود ویدیو منتشر میکرد. جای تأسف این است که این پسر 17 ساله در حالی که اسلحه در دست داشت برای تیک تاک ویدیو می ساخت. در این با اسلحه واقعی بوده فکر کنم. ویدیو عمار در حالت شوخی به دوستش شلیک کرد، زیرا او فکر میکرد که اسلحه کاملا خالی از گلوله است. سپس او اسلحه را روی سر خودش گرفت و شلیک کرد. تا اینجا هیچ آسیبی به آنها نرسیده بود تا اینکه او برای آخرین بار به شکمش شلیک کرد و به طور ناگهانی گلوله وارد شکم او شد و در جا چجور دو بار شلیک کردی؟ چه اتفاقی نیفتاد؟ بار سوم نه، تفنگ واقعی بوده. خب یه دونه تیر داشته بودم توی سومی بوده، یعنی ردیف سومی بوده، دو تا خالی زده، سومی که زده دیگه. پس معلومه تفنگش 7 تیر بوده چون 7 تیر مهارت داره. به نظر میرسد که اسلحه کاملا خالی نبوده است. برای این مربعی هم که بچه میبینید به خاطر تفنگ که توی یوتیوب ممنوعه. مشهور شدن در تیک تاک، این حرکت احمقانه او منجر به مرگش شد. خانواده عمار در بیانیه خود گفت که این یک اتفاق و بی‌توجهی ما بود و والدین عمار به همه خانواده ها تأکید کرد که مراقب فرزندانشان باشند که در تیک تاک چی نوع ویدیوهایی میسازند تا مبادا به سرنوشت عمار مواجه. دمی دابسمش ساده بگیرید به او بهتره و نکنید با اصلاح بازی نکنید. این ویدیوی بعدی از یک تیک تاکری نوجوانی هندی است. این پسر که لباس سرخ برتن دارد در حال مسافرت از طریق قطار محلی ممبئی دیده می شود. او نیز برای مشهور شدن و وایرال کردن ویدیوی خود تصمیم گرفت یک نمایش خطرناکی را در این قطار اجرا کند. چند تا از دوستانی او که در پشت دمی در قطار نشسته داره حرکت میکنه با سرعت که مردن کبوتیه شروع میکنن به فیلم برداری و پسر از دستگیره درب میگیرد و به شکل آویزان میایستد و تا چند لحظه از این اجرای خطرناک خود لذت میبرد. اما ناگهان یک پایه آنقدر نزدیک میشود که مستقیم با سر او برخورد میکند و در اثر آن سقوط میکند و جانش رو از دست میدهد. آخه به چه قیمتی؟ آخه چرا؟ آخه میخواد که لایکش به میلیون برسه. نکنید خدایی، نکنید از این کارا، از این واقعا بچه ها خیلی حواستان جمع باشه. و در آخر شما را با یک ستاره تیک تاک هندی به نام موهیت مور آشنا میسازیم. این جوان زیبا حدودی 500 هزار دنبال کننده در تیک تاک داشت. او همیشه سعی میکرد ویدیوهای انگیزشی و سرگرمی بسازد و همین که او روز به روز مشهور می شد، او تلاش بیشتری به خرج می داد تا محتویاتی تولید کند که مورد پسند مردم قرار بگیرد. محیط علاقمندان زیادی پیدا کرد. دقت کردی مثلا هر چی درست می کنی دفعه بعدی دوست داری خفن تر بشه. آره. هی خفن تر. هرسو تمه اینشون. آره. تو همه چی. و آخرش هم. زمنان او یک بدنسازی حرفه‌ای نیز بود و در باشگاه با عنوان یک مربی کار می کرد. اما یک زمانی محیط در وضعیتی قرار گرفت که منتقدان او شروع به ویدیوهای راست و دروغ در مورد او کرد. محیط هم آنها را به پاسخ نمی گذاشت و با انتشار ویدیو آنها را توهین می کرد. محیط با این کارش دشمنهای زیادی پیدا کرد و یک روز وقتی محیط داخل یک مغازه در نزدیکی خانه خود حضور داشت، دو پسر با موتور آمدند و وارد مغازه شدند و محیط ها این دشمندار شده بوده اینجا. دشمن پیدا را با ضرب گلوله از بین بردند. طبق گزارشات طبی
تا یه نفر معروف میشه نکنید این کارا رو خون. چرا سنگ جلوی پاش میندازن؟ کشیدش. 13 گلوله به محیط ضربه شده بود. اوه 13 تا. خیلی وا. آره یه دونه زدی بس دیگه. این نه گفته اینو میزنم به خاطر اون، اینم میزنم به خاطر اون. اینا که در جا به زندگی این جوان خاتمه بخشید. اینو بود تو بازی کانتر بود. خب جهانی داشتم بازی میکردم. آره. خب آنلاینی. بعد طرف میاد یارو رو با چاقو میکشه تو بازی. توی بازی. آره توی بازی میکشتش. خب بعد طرف از آیدی و اسم طرف خب میره تو چیز واقعیت، میبینه مال کدوم کشوره، مال کجاست خونش، میره پیداش میکنه، همون تو واقعیت با چاقو میکشتش. آره واقعا. یعنی طرف توی بازی او رو کشته؟ کشته با چاقو. آره چون واسه کانتر بازی خیلی. آره 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 میگه نایف شد. آره نایف شد. نایف شد. آره آره. این آدرس و کشورش رو پیدا کرده، رفته کشتش با چاقو. چقدر سم بود. آره بچه ها امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، که هرچند یه ذره غمگین و آره دپ بود. و اگه دوست داشتین از این ویدیوها بازم با هم دیگه ببینید، توی کامنت ها حتما بنویسید لایک و کامنت و سابسکرایب. یادتون نره، یادتون نره خودتون باشید تا ویدیوی بعدی. عکس و استوری ارزش آره. این حرکت ها رو نداره، واقعا نداره، ارزش نداره. مواظب خودتون باشین. بوس به کلاتون، بوس به چشاتون، دور سرتون بگردم. بریم، بای بای.